با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلا، به برنامه چهره ها خوش آمدید. هفته دیگر و چهره دیگر. برتولد برشت شاعر آلمانی شعری دارد در مورد تبعیدیان و در رابطه سخنی دارد، صحبتی دارد با یک تبعیدی، شاید با خودش. مضمون شعرش این گونه است که میگه برای چی داری میخ را بر دیوار میکوبی که ردایت را بر آن بیاویزی؟ تو قرار نیست بمونی، باید برگردی. و بعد ادامه میده، میگه برای چی داری میری تو باغچه به گلی آب بدی؟ قرار نیست تو در انتظار رویش اون گل باشی، باید برگردی. برای چی در کتابهای دستور زبان نگاهی میاندازی، ورق میزنی، میخونی؟ زبانی که تو رو فرا میخواند مال سرزمین خودت هست. و و و همین گونه ادامه میدهد و بعد میگوید اون میخ رو بر دیوار بزن، تو کلت رو آویزان کن، به گل آبی بده و بعد بیا بنشین. دستور زبان، کتاب زبان کشور میزبانت رو ورق بزن و یاد بگیر. مهم نیست که چند وقت میمونی، باید به سازماندهی اجتماعی خودت در هر جا که هستی بپردازی. ایرانیان تبعیدی وقتی آمدن به تبعید و در میانشان مهاجرین ایرانی به هر عنوانی که بخوایم مطرح کنیم، در آغاز این روزهای خود نوعی گیج سریها رو تجربه میکردن. هیچ کس باور نداشت که قرار است بماند. همه بر این باور بودند که روزی نچندان دور باز خواهند گشت و به همین خاطر در یک برزخی از تمنا خودشون رو قرار دادن. اما آرام آرام متوجه این ماندگاری و قدمت این ماندگاری شدن و در گوشه و کنار این جهان نهال‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، مدنی رو برای سازماندهی زندگی خود، برای تداوم هستی خود برپا نمودند. بدون این نهادها، بدون این حضور، زندگی میلیون‌ها ایرانی در تبعید بیشک زندگی، تداوم زندگی در برزخ بود. مهمان امروز من یکی از اون چهره هایی است که در این نوع از سازماندهی زندگی جامعه ایرانی حضور داشت. حمید مهدی‌زاده عزیزم، خوش اومدی. درود بر شما سیروس عزیز. حمید جان، میدونم با برنامه تا حدی آشنایی داری. قبل از هر صحبتی میخواییم برگردیم به خیلی قدیما، به دوران کودکی تو. یادت میاد اصلا؟ حتی نیست که قرنی رو گذروندیم، ولی خب دوران کودکی من چیزی رو قرار نیست حل بکنم سیروس جان. از کجا میدونی؟ به نظر من خیلی چیزها رو دوران کودکی حل میکنه، ولی حالا با هم یه مراجعه اگه موافق باشی. چرا که نه. تو چه شکل از بستر خانواده متولد شدی؟ من یک خانواده بسیار معمولی متوسط شهرنشینی داشتم. متولد کرمان هستم و تو این خانواده بزرگ شدم. همیشه هم وقتی که به گذشته نگاه میکنم خوشحالم، علی‌رغم محدودیت‌های بسیار جدی که خانواده‌ام توی زمینه‌های مختلف داشته، ولی یک خانواده صمیمی بوده و من علارغم که خب متاسفانه امروز تعدادی از اونها رو مثلا پدرم و یا مادرم رو از دست دادم، همیشه فکر کردم، متشکرم، همیشه فکر کردم که خانواده خوبی داشتم. تصورم هم اینه که اغلب آدمای تو دنیا، و البته نه همه، همینجوری فکر میکنن، یعنی عادت میکنن به اون چیزی که از روز اول
به دنیا میان و توش میبالن بزرگ میشن فکر میکنن همینه. بقیه هم همینن. هیچ وقت حسرت اینو نخوردم که چرا مثلا یک خانواده دیگه هست فرض کن خیلی امکانات دارن، خیلی روبراه‌تر هست زندگیشون، تجملات، ماشین، خونه های خوب. من با همون چیزی که داشتیم و خانواده‌ام داشته همیشه با اون راضی بودم و خوش بود. یه فضای هارمونیک این گونه که برق یه فضای هارمونیکی ده توش برخوردار بودی. خوشبختانه آره. چند تا بچه بودی؟ ما 5 تا خواهر برادر بودیم و من درست وسط هستم. یعنی یک خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم، یک خواهر برادر کوچکتر از خودم و شاید اینم یه شانسه آدم این وسط شانس باشه. در واقع از محبت همشون هم همیشه تا همین برخوردار. پدر چه شخصیتی داشت؟ چه کاراکتری داشت؟ خب امروز بخوام نگاه کنم خیلی به خصوص نبوده، یک آدم بسیار معمولی بوده و به هر حال در حد خودش تلاشش این بوده که اون خانواده رو از لحاظ اقتصادی اموراتش رو پیش ببره و به خیلی چیزهای دیگه ما شاید به طور جدی اونجوری که من خودم الان مثلا فرض کن پدر هستم و به بچه هم توجه میکنم یا دوست دارم اینطوری توجه بکنم، نه فاقد این بودیم، یک آدم بسیار معمولی بود. ولی ما مادری داشتیم که خب همیشه یادم هست که اون به خیلی امورات ما توجه میکرد. یعنی باور کنید پدر من هیچ وقت نمیدونست ما کلاس چند هستیم، چیکار داریم میکنیم، مشغله بیرون، گرفتاری های بیرون. آره، درون رو اجازه میداد که اون پشت ذهنش راضی بود از وضعیتون. به هر حال ما همه خانواده اون بچه های مطابق نرم اون دوران بچه های درس خونی بودیم و از این بابت مشکلی نداشتیم، کارمون پیش میرفت. شاید اونم خیالش راحت بود. به همین جهت هیچ وقت من یادم نیست پدر من دقیق میدونست که مثلا من یا بقیه خواهر برادرام تو چه سالی کلاس چندی. من دانشگاه میرفتم اون فکر میکرد من از دارم دبیرستان میرم مثلا. یا به همین ترتیب. پس به همون نسبت هم میشه گفت یه پدر اتوریته خاصی رو اعمال نمی‌کرد. یعنی نوعی بی‌توجهی تو این زمینه‌ها در ذهن میتونست فشارم برات خط و ربطی یا سختگیری خاصی رو هدف من در کوچ. یعنی توی فضای سختی بزرگ نشدی؟ نه تو روابط. و مادرم مثل همه مادرها فقط انتقال محبت بود؟ نه واقعا اینجوری بوده. بله یک مادر مثل خیلی همینجور که شما میگید مادرهای دیگه صمیمی، مهربون و هر جور که میتونه سعی میکرد به هر حال هوای ما رو داشته باشه، ما رو بزرگ کنه، تر خوش کنه. خب 5 نفر بچه توی خونه به نظر میاد که میشد سرگرمی ها رو داخل همون خونه داشت، تنوع رو تو همون خونه داشت، بازی و غیره. یه فضای اینچنینی هم هارمونیک هم بود تو خونه؟ آره. یعنی واقعیتش اینه که ما تو خونه راضی بودیم. خواهر برادر بزرگتر من خوشبختانه حالا به چه دلایلی نمیدونم به طور مثال با کتاب، با موسیقی، با این چیزها آشنا بودن. با ورزش نه، من خودم اولین فرد خانواده بودم که ورزش رو تو خونه اونم آوردم. چه ورزشی؟ من در ایران رشته دو میدانی ورزش میکردم. هنوزم همینجوری برای خودم گاهی وقتا میرم میدوام. ولی به صورت جدی و حرفه‌ای؟ بله بله، من به طور حرفه‌ای فعالیت میکردم. مقامی چیزی هم به دست آوردی؟ حالا نه اونطور مقامی، ولی بارها در مثلا آموزشگاه های کشور، جوانان استانی، حتی کشوری یا تو دانشگاه ها توی رشته 400 متر 800 متر شاید یادشون باشه. بله من نمیشه دنبالت کرد و تو رو گرفت؟ قبلا نمیشد. خب اونهایی که در این فکرن بدونن سخته. قبلا سخت بود. 400 متر 400 متر و 800 متر. خب تو همون کرمان درس خوندی؟ دوران دبستان؟ بله دبستان و دبیرستان کرمان بودم. بعد دانشگاه اول رفتم تهران، بعد به دلیل بیماری پدرم مجددن در کنکور شرکت کردم. از اون آدمایی هستم که دو دفعه حتی سه دفعه کنکور رفتم شرکت کردم ولی
دو دفعش که برای خودم بود، دفعه دوم دانشگاه کرمان مخصوصا میخواستم بیام و موفق شدم. پس تو دانشگاه تو کرمان؟ بله، در دانشگاه کرمان رشته فیزیک درس خوندم. و بسیاری از کسایی که الان در جمهوری اسلامی بعد از اون اتفاق انقلاب اسلامی مصدر امور هستن، از همون دانشگاه ما در اومدن. جدی؟ بله بله، الان شاید در صحبت های بعدی. کرمانی ها معروف هن یا این گونه درک میشه تو جامعه که کرمانی ها آدم های افراطی نیستن، هیجانات عجیب و غریب ندارن، گرایشات خیلی سویه های افراطی درشون نیست، درسته این گونه تعریف ها تعریف؟ در مورد خود من اینجوری نیست، یعنی من هم با تأسف خیلی افراطی بودم، هم هیجان داشتم، هم شلوغ بودم ولی خب آره، اون شهر رو خود ما هم، خود ما کرمانی هم میگیم که مردم خیلی آرومن و شاید به خاطر، شاید که نه قطعا به خاطر اون کویر و اون وضعیت جغرافیایی زندگی است اونطوریه. درست. و اولین باری که کتابی تو زندگی خوندی که در ذهنت مون ماندگار شد کی بود؟ چیزی که یادم میاد، ما در شهرمون یک کتابخانه شهر داشتیم که به راهنمایی یا هدایت همون برادر بزرگترم، منم از همون کودکی، از کودکی که نه، از دوران دبستان میرفتم کتاب میگرفتم میوردم میخوندم. الان که شما میگید برام جالبه، اولین کتابی که اونجا خوندم یا کتابایی که میخوندم مثلا قصه های برادران گریم بود. و جالبه بدونی که الان اولین داستانهایی که جز و اولین داستانهایی که اینجا داریم دو زبانه منتشر میکنیم، یعنی فارسی و آلمانی، همون قصه های برادران گریمه. حالا این آیا اتفاق بود یا یه خاطره از قبل تو ذهن من بوده، ولی الان شاید حک شده. آره شاید حک شده تو ذهن. بعدان دیگه همینجور خب داستان ها و قصه هایی که نویسنده های دیگه کشورمون به خصوص داشتن، بیشتر به چه سویه از ادبیات علاقت شکل گرفت یا چه سویه از کتاب؟ من یک آدم معمولی متوسطی کتاب خون بودم، اونجوری آدمی نبودم که خیلی بخوام بگم کتاب خوندم یا با کتاب اونطوری اونس داشتم. با کتاب سر و کار داشتم. تو خونه ما کسایی بودن که خیلی اونس بیشتر داشتن و با قول مسئله هست میگن کرم کتاب بودم. من کرم کتاب نبودم ولی خب علاقه داشتم. خب بعدها مثلا خیلی داستانهایی بود مال انتشاراتی پروگرس، مال روسا که تو ایران چاپ میشد، مثلا مال آیتیماتوف، چنگیز آیتیماتوف، داستانهای اینجوری رو خیلی خوندم توی نوجوانی. اینا رو بیشتر شاید به خاطر همون اطرافیانم که دوست داشتن میآوردن میخوندن، دم دست منم بود، منم میخوندم. و بعد خب یواش یواش تمایلاتم به کتابها و یا ادبیاتی بود که مسائل اجتماعی یا سیاسی رو مطرح میکرد. و دیگه وقتی خب دانشگاه و اینا رفتم، به طور خیلی خاص دنبال کتاب های کاملا سیاسی، اجتماعی و سیاسی بود. خب اون زمان برای نسل من و تو یه سری گزینه های زیادی وجود داشت در شکل ایندیویدیو و فردی خودش. خب یه سری آزادی هایی من و تو در انتخاب این گزینه ها داشتیم، در طرح لباس، نمیدونم در شکل و سر و وضع خود، در انتخاب نوع موسیقی، خیلی چیزهای دیگه اینها وجود داشت. حال بیشتر انتقادی که باز به همون دوران شاید بشه رو بستر آزادی های سیاسی برای احزاب متقابل بود، ولی تو شکل شاید فردی خودش این گزینه ها برای ما وجود داشت. بعضی وقتا هم به وفور و نعمت وجود داشت که نمیستیم چه باید بکنیم. تو دوران یاد باشه هم پینک فلوید تو زندگی خیلی از نسل ما بود، هم شجریان بود، هم موسیقی محلی بود. خیلی از این، حالا من فقط موسیقی رو دارم مثال بزنم، ولی میتونی اینو تعمیمش بدی، گسترده بکنی توی همه زمینه‌های دیگه. تو
گرایشت بیشتر به کدوم سمت و سو بود؟ خب ادبیات که معلوم شد، یعنی رفتی به طرف ادبیات، احتمال میدم ادبیات روس بیشتر متاثر از اون بودی. ببینید سیروس، اگر نخواهید من روانکاوی شخصیتی بکنید تو این سوالا یواش یواش میره به اون ور. خب هوشیاری هنوز باقی مونده، خوبه. بعضی چیزا رو برای اینکه مثلا بخوام بگم خیلی آدم ویژه‌ای بودم باید نگم، ولی نه، من علاقه به موسیقی کوچه بازاری بود. نه بتوون، نه شجریان و نه مثلا داریوش و گوگوش، مثلا جواد یساری، حالا مثلا تیپای اینجوری به قول کی بود، منوچهر سخایی بود یا یکی دیگه از این خواننده ها، اسم این موسیقی یا چیز دیگه گذاشته بود، ولی به هر حال همون کوچه بازاری بود. من بیشتر به این موسیقی علاقه دارم. جالب بود، خب جالب بود. بعد یکی از دوستان بسیار هنرمند نقاش فوق‌العاده‌ای بود، مکتب‌های در واقع پسا امپرسیون هم کار میکرد. این الهام وقتی میخواست کار بکنه باید موسیقی گوش میکرد، مثلا یساری و غیره میبود. این بهش در واقع الهام میداد و همیشه هم میرفت توی محلاتی که بتونه اون فضا رو هم باش داشته باشه و شروع میکرد به کار کردن. خب انتخاب دیگه. با سینما چه ارتباط داشتی؟ زمانه با سینما خیلی مود شده بود، یکی از علاقمندی های نسل ما رفتن به سینما بود. با اون همون عرض کردم شما اونم خیلی فردین و... ولی اگه میخواید فکر کنید که خب اوکی مثلا زمینای فرهنگی من چی بوده به عنوان آدمی که امروز توی زمینه کتاب فروشی یا انتشارات فعالیت میکنم، شاید طبیعی باشه که شما بخواید ببینید من به همه نه تو سینما بعضم بهتر از موسیقی سینما یعنی فردین و بکیم آمردی خیلی نبودم، نه فیلم های خیلی به هر حال اون دوره که من حالا جوان بودم یا بعدتر، اون فیلم هایی که مطرح بود و جوان های مثلا دوست داشتن مسائل اجتماعی رو دقیق تر ببینن اونا رو میدیدیم، ولی خب خوراک های دم دستمون هم خیلی چیز امروز که نگاه میکنم به خصوصی نبود. مثلا چه میدونم فیلم های مسئول کیمیایی یا خب پاره از فیلم هایی که از فیلم های خارجی که دوبله میشد، آره اینا مورد علاقه بود. یعنی تو سینما بهتر از موسیقی بود. ولی با یه مقداری بی‌انصافی، نسل ما بی‌انصافی هم کرد دیگه، اون خصوص نسلی که فکر میکرد روشن فکر مدرن باید نگاهش رو عمق بهش بده، یه مقدار بی‌انصافی هم داشتیم نسبت به همین بازیگران سینمای فارسی، تحت عنوان سینمای فارسی که نام میبرن، چه میدونم رضا بکوانوردی، فردین، ملک موتی و و و غیره، نگاه تحقیرآمیزی داشتیم کلا. نه ببینید من تصور میکنم چون به این چیزا خیلی راستش فکر دقیق نکردم، ولی تصورم اینه که سینمای ما تو جامعه اون دوره ما مثل بسیاری پدیده های دیگه مدرن که وارد جامعه شده بود خیلی نوپا بودن، انتظار چندانی نمیشد داشت. یعنی هنوز زود بود که آدم فکر کنه که باید کارهای خیلی جدی، کارهای عمیق ارائه بشه. هنوز تو بسیاری فیلم ها میبینید که کارگردان و هنرپیشا درگیر تکنیک های فنی، وسایل فنی کارشونن تا اینکه بخوان تازه حالا یک کار جدی مثلا اجتماعی رو ارائه بدن. نه نگاه تحقیرآمیز رو نمیتونم بگم، ولی به هر حال خودم از اون تیپ فیلم ها خوشم نمیاد، چیزی نیست که حالا واسه یه عده مثلا کتک کاری بکنن بعد یکی فردین بشه یکی، اونا رو زیاد علاقه نداشتم. اولین باری که یک جرقه‌ای در تفکر سیاسی، داشتن این یک تفکر و بینش سیاسی در تو زده شد کی بود و از چه بستری بود؟ خب در دبیرستان ما معلمایی داشتیم که آدمای علاقمندی بودن به مسائل سیاسی اجتماعی. من یادم میاد از همون کلاس 8 و 9 دبیرستان معلمی داشتیم که مثلا همیشه ما رو تشویق میکرد کتابای مثلا صمد بهرنگی رو بخونیم، بیایم تو کلاس دربارش بحث کنیم، ما این سیاه کوچولو رو بخونیم و بگیم منظورش چی بود، چرا اینجوری بود، چرا اونجوری بود. اینا
تلاش هایی بوده که شاید معلم های ما میکردن که ما رو مثلا علاقمند کنن به مسائل و این زمینه ها بوده، ولی به طور جدیتر مال من از اواخر دبیرستان و بعد سالهای اول دانشگاه شروع شد. که میشه چه سالی؟ من 53 وارد دانشگاه شدم و بلافاصله وارد همین فعالیت های اون وقت مثلا سنتی بود. به سوی کدام نظریه بیشتر بود؟ من شاید به خاطر علاقمندی های خودم و یا تربیت شده بودم خیلی سریع به طرف گرایشات چپ تمایل پیدا کردم، یعنی اصلا از قبلش هم این بود. در نوجوانی و بچگیم آدم مذهبی بودم، نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی یه دفعه نمیدونم به چه دلیل دیگه مثلا تو دوران دبیرستان اینا همه رو گذاشتم کنار و دموده شده بود، شاید دموده شده بود یا به هر دلیلی. وقتی وارد دانشگاه شدم دیگه تمایلات هم بیشتر تو خانواده کسی بود که الگوی تو باشه تو این زمینه؟ نه، من در خانوادم کسی برای این فعالیت ها و رفتارم الگوم نبوده. من در خانوادم از خواهر برادر بزرگترم میتونم بگم علاقمندی به کتاب و به مسائل سیاسی اجتماعی رو یاد گرفتم، ولی خود اونا نه. ولی یه الگو برای نوع انتخاب نبودن، ولی الگو میتونستم باشم برای اینکه تو رو سوق بدن به سوی داشتن بینش. میشه اینطوری گفت، ولی به هر جهت همه چیز من، یعنی اون سمت و سویی که به هر حال تو جوانی پیدا کردم به طرف مسائل سیاسی و مسائل گروه های چپ، بیشتر متاثر از اتفاقاتی بود که به خصوص در تهران میافتاد، تو جامعه بود و تو دانشگاه انعکاسش بود و با دوستای دیگه هم بحث میکردیم، صحبت میکردیم و اینها منو خب خیلی بینستم. جو حاکم توی تفکر دانشجوی اون زمان، دانشجوی معترض، چپ بود. بله. حتی اون نگاه در واقع اسلامی هم در قامت یک طرفدار مجاهد اون زمان هم یک نگاه باز تمایل به چپ رو داشت. حالا با هر نوع از بیان، اون دوران توی زندگی تو وقتی بخوایی اون دوران رو در واقع امروز محک بزنی، چقدر این دوران در ساختن شخصیت تو، شخصیتی که تداوم داشت، اثر گذار بود؟ شاید حالا خوب من متوجه منظور شما نشدم، ولی به هر جهت تمام زندگی منو و سمت و سوی این زندگی رو که الان خوشبختانه تا الان هم ادامه پیدا کرده رو از اونجا میدونم. یعنی این اتفاقات، این وقایعی که تو جامعه بود و اون فضایی که تو دانشگاه بود ما رو به یک سمت و سوی کشوند که خب نتیجهش این بود که خیلی فعالانه نمیدونم در برپایی اون اتفاق نامیمون انقلاب اسلامی شرکت کردم، مثل بسیاری از جوانای چپ دیگه که بعداً هم خب خیلی همون الان دوست داریم بگیم ما نبودیم، دیگران بودن، ولی ما بودیم و همه شعارهایی هم که میدادیم متحقق شد و جمهوری اسلامی دقیقاً تحقق یافته یه همون شعارهای ماست. حتی مایی که چپ بودیم و امروز فکر میکنیم ای مگه میشه، ولی در واقع بود. مثلا ما از همون تو دوران فکر میکردیم بله باید ارتش خلقی درست کرد، بله باید جمهوری دموکراتیک خلق درست کرد. تعریفامون از اینا چی بود؟ ما با 4 تا دانشجوی دانشگاه که نمیخواستیم ارتش خلقی درست کنیم. ارتش خلقی یعنی مثلا مثل سپاه پاسداران، همین که الان ایجاد شده، این خلقی ترین ارتش خاورمیانه است. خب اینو ما شعار میدادیم دیگه. یا مثلا تمام سران رژیم وابسته به امپریالیسم رو باید نابود کرد، کشت، از بین برد. خب اینا همه شد دیگه، مگه اینا شعارهای ما هم چپ هم نبود؟ ماشین دولتی رو سرکوب کنیم، جمهوری دموکراتیک خلق درست کنیم. جمهوری دموکراتیک خلق یعنی چی؟ یعنی مثلا چه تصوری داشتیم، چه
نگاهی بهش داشتیم، چیزی نداشتیم، فقط شعارشو داشتیم. اصلا دموکراتیک مضمون منظور ما بود؟ از تو ایدئولوژی معمولا اون ایدئولوژی های معینی که ما داشتیم، مثل خود واقعا اون کسایی که در گروه بندی های اسلامی بودن، از تو اون ایدئولوژی ها چیز دموکراتیکی با تعبیری که امروز ما از دموکراسی میشناسیم نمیتونسته در بیاد. چه گیرایی داشت این تفکر افراطی و چرا تفکر دیگری در واقع نتونست شکل بگیره؟ در اگر به من بر نمیخوره، اگر به کس دیگه بر نخوره، جهان سومی بودن ما، عقب بودن ما، عقب موندگی ما، عقب موندگی فرهنگی ما، هنوزم همینجوری. هنوزم شما همین الان نگاه کنید تو سوریه به سادگی میتونید ده ها نفر بسیج کنید، اسلحه بدید دستشون، ماجراجویی، هیجان، جوونی. حالا اون وقت الگوی نمیدونم کوبا و چگوارا و این و اون بوده برای اونهایی که مثلا چپ بودن، حتما برای مسلمان هم نمیدونم همچین الگوهایی وجود داشته و همین بوده. جامعه که اصلا با تعمق سر کار نداشته، هنوزم نداره، دقت نمیخواد بکنه، فکر نمیخواد بکنه، به اصطلاح روشن فکرانش علاقمند نیستن که به طور جدی یک مسئله رو کنکاش کنن، بهش بپردازن، فکر کنن. خب این جامعه در واقع میشه گفت بسیار سطحی و خیلی زود میخواد به مسائل برخورد کنه، زود نتیجه بگیره. چهار تا جوان تو دانشگاه بودیم، فکر میکردیم بعد الان انقلاب کرد، شاه رو آورد پایین چون سگ زنجیری امپریالیسم، بعد اتوماتیک هم جمهوری دموکراتیک خلق میاد. اینا شتاب زدگی ها جز این نیست که ما بخوایم بگیم پوزش، که ما سطحی بودیم، ما عجول بودیم، ما میخواستیم خیلی زود به نتایجی برسیم و خب معلومش نمیرسیدیم. بهترین امکانی که تو جامعه دم دستمون بود زدیم از بینش بردیم. شما اگر تو جامعه ما برگردید به دوران قبل از پهلوی ها، دوران قاجار نگاه کنید چی بوده، دوران قاجار بعدش رو نگاه کنید الان چی هست. خب این وسط یه اتفاقی تو جامعه ما بوده، اونم اتفاق پهلوی ها، ما اصلا دقت نکردیم که ببینیم این چی بود. مثلا دادگستری که دوران رضا شاه درست شد چی بود، قبلش چه جوری تو مملکت حکمرانی می‌شده، عدل و داد قبلش چه جوری بوده، از کجا در می اومده. خب اینا رو ندیدیم، دقت نکردیم. ما انصاف سیاسی هم خب نداشتیم در نگاه خودمون. ما که جوان بودیم، شاید به قید جوونی بتونیم یک کم شونه خودمون خالی کنیم، بریم سراغ اونا که یه نسل یا دو نسل، حتی نسل قبل تر از من هم مثل خود من بودن، درگیر بودن. ما دوستانی که الان داریم فرض کن 7-8-10 سال از ما مسنترن، اونام بر اونام از یه لحاظهای حرجی نیست، همه ما گناهکاریم در اون اتفاق نامیمون، ولی نسل قبل‌تر کیا بودن، تحت تاثیر چه نگاه‌ها و مسائلی بودن. خب مثلا اون اندیشه فرض کنید حزب توده بوده فلان، تمام دنیا رو دو بخش می‌کردیم، امپریالیسم و سوسیالیسم، هر کی که این ور هست دیگه باید اون ور رو سیاه کرد و شعار هم کردیم سگ زنجیری اونا و خب تموم شد دیگه. یعنی هم شاه انگلیسی کردیم، هم رضا شاه رو انگلیسی کردیم. خیلی جالبه، من چند روز پیش یک کتاب رو برام فرستاده بودن برای اینکه ببینیم چه می‌خوایم بکنیم. دوستی که بعد از الان شاید همسن سال ما باشه یا ما سنتر، نوشته تو این کتاب که از قول احسان طبری، البته این به اون دوست حرجی نیست چون اون هنوز اون نگاه اونطوری رو داره، ولی احسان طبری یک کتاب داره به اسم برخی بررسی‌های جامعه شناختی جامعه ایران، یا یک همچین اسمی. در این کتاب یک جاش هست میگه که رضا شاه به دستور انگلیس ها جنبش مردمی شیخ خزعل رو در خوزستان سرکوب کرد. حالا شما بیاید ببین، اولا اون جنبش شیخ خزعل، اصلا شیخ خزعل کی بود؟ مردمی بود. بعد رضا شاه به دستور انگلیس ها رفت اون سرکوب کرد، همش اطلاعات هم حتی اطلاعات نادرست و در هم. شیخ خزعل خودش انگلیسی بود، یعنی انگلیس خیلی هم علاقمند بود که
خوزستان رو هم فرض کنید مثل بحرین از ایران جدا کنن، یک کشوری گوشه خلیج درست کنن که راحت‌تر بتونن باش کار اقتصادی بکنن. بعد آدمایی هم که با شیخ خزل بودن رو نمیشه با جنبش مردمی توضیحشون داد. رضا شاه به دستور انگلیسا نرفت اونا رو سرکوب کنه. رضا شاه آدم ناسیونالیستی بود، فکر میکرد که باید این کشور اول یک پارچش بکنه، با خشونت و دیکتاتوری هم این کار پیش برد. چرا اینطور نگاهی وجود داره؟ این نگاه از اینجا در میاد که شما دنیا رو دو بخش کردید. این رضا شاه رو به هر حال چون با سوسیالیستا نیست میخواد بفرستیدش اونور، پس هر اقدامی رو میکنه باید یک جوری از اونور دستور گرفته باشه. مخالفینش هم پتران طرفدار شما بودن دیگه، یا باید تو... در واقع خب جهان دو قطبی، تفکرات دو قطبی رو هم با خودش میاره. پس قبل از ما هم درگیر این نگاه بوده، بنابراین امروز که آدم نگاه میکنه میتونه تا حدودی تبیین کنه که چرا همه ما تو این راه افتادیم. همه ما اون موجودیت جامعه مونو، اون چیزی که جامعه ما رو داشت یواش یواش وارد مدرنیتی میکرد، اون رو خودمون با دست خودمون زدیم نابود کردیم. و همه این رو نمیشه با دیکتاتوری شاه توضیح داد. شاه دیکتاتور بود، باید برای دیکتاتوریش و برای زدودن این اون دیکتاتوری باید مبارزه سیاسی میشد تو اون جامعه. هر کسی سر جای خودش باید تلاش میکرد که اون دیکتاتوری رو یک جوری به چالش بکشه. ولی ما چی کردیم؟ ما اسممون گذاشتیم سگ زنجیری آمریکا، انقلاب کردیم، 4 روز بعدش هم از دیوار سفارت آمریکا رفتیم پایین. یک کار با تأسف ابلهانه ای که هنوز هم داریم چوبشو میخوریم. یعنی هیچ شناختی اصلا از دنیا، از مناسبات دنیا نداشتیم. و الا کدوم عاقل، آدم عاقلی باید بر از دیوار یه سفارت کشور مقتدری پایین که بعداً دوچار جنگ ایران عراقمون کنن، بعدن دوچار هزار تو بلایمون بکنن و کلی ثروت انسانی و اقتصادی اون کشور رو از بین ببرن. سخت شد آقای سیروس. نه نه نه، به نظر من بسیار جالب بری مطرح میکنی. یعنی خب من تو رو به چالش، خب طبیعت این برنامه نیست که به چالش هم بکشم، طبیعت این برنامه نیست که بگذاریم تو حرف دلتو بزنی، آنچه که در ذهنت و تفکرت از حرفش بزنی. بنابراین اگر با یه نکته هم شد من مثلا موافق نباشم، دلیل نمیدم که به چالش بکشم. من اتفاقا با بخش زیادی از صحبتات موافق بودم، از اینکه ما میتونستیم گونه دیگر بیاندیشیم. من در یک نوشته سالها پیش وقتی از من پرسیدن چگونه این گرایش ها در تو شکل گرفت، گفتم والا من فلسفه نخوندم تا به سوسیالیسم برسم، من رمان خوندم. نسل من، حالا نسل قبلی رو میخواد برای خودش روایت دیگه داشته باشه داشته باشه، ولی نسل من با رمان خوندن، خرمگس، سیلونه، این اون وارد عرصه در واقع تقابلات سیاسی میشه و بعد وقتی که وارد عرصه شد اون وقت یه سری دانش در واقع نوعی دانش ژورنالیستی رو به خودش اضافه میکنه. دانش بنیادینی وجود نداشت. حتی وقتی ما به ادبیات اون زمان خودمون، نسل خودمون نگاه میکنیم، هیچ شناخت از در واقع یک جامعه شناختی میدانی در اختیار ما نداده بودن که ببینیم این جامعه چگونه است، کارگران در چه وضعیتی هستند، کشاورز در چه، ولی میدونستیم کلخوز چیست و چه وضعیتی دارد، چند درصدش نمیدونم این است آن است، سیاست های اقتصادی 5 ساله 10 ساله و غیره در روسیه چگونه است. از جامعه خودمون غافل بودیم. امروز با گذران این تجربه در واقع تو در یک نگاه نقد به خود رو همراه با یک انصاف سیاسی سعی میکنی بیامیزی. تا چقدر فکر میکنی نسل ما امروز صاحب چنین انصاف سیاسی هست، در خودش تونست به وجود بیاره؟
والا اگه نسل ما خب آدم های بیشماری رو شامل میشه، من با تأسف فقط با بخشی از این آدم ها که در خارج از ایرانن مثل فرض کنید شما میتونم مراوده داشته باشم و الان ارزیابی بدم. اونی که تو ایرانه زیاد مراوده ندارم، نمیدونم، ولی نه ما اونطور صاحب انصاف نشدیم، ما نمیتونیم هنوز برخورد دقیق و درست بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده و سهم خودمون رو اونجا توضیح بتونیم بدیم. مایل نیستیم بسیاری از ما. و یا راستش بخوام یه خورده حالا مثلا فلسفی تر بگم، اصلا فکر نمی کنیم بهش. فکر میکنیم بله ما احساس مسئولیت سنگینیه، ما کار درستی کردیم، انقلاب کردیم، اون رژیم دیکتاتور بود از بینش بردیم، ولی بعدن یه عده از ما مثلا زبلتر بودن یا بعد آدمای بعد اومدن ما رو هم زدن از صحنه بیرون کردن، همه چیز اونا گرفتن. میشه اینجوری هم گفت، ولی این توضیح نمیتونه بده یک واقعیتی تو جامعه ما. این جامعه ما نباید دوچار این بلای انقلاب اسلامی میشد، ولی شد. شد. و مسئله اینه که هر کس هم باید مثلا این... شما ببینید یه جور دیگه راحت‌تر بخوام بگیم، سوریه نباید دوچار این وضعیت فعلی میشد، ولی شد. حالا میتونید ده ها عامل رو توضیح بدید، خارجی، داخلی، این اون که چرا اونجا ریختن به هم، ولی امروز وقتی شما نگاه میکنید یک فاجعه رو میبینید. 8 میلیون مردم آواره، 300,000 نفر کشته و و جامعه ما همینجور دورانی رو داشته. جامعه ما مگر تو جنگ ایران عراق کم ازش آدم کشته شده؟ خب همین اتفاقات به نوعی دیگه اونجا رخ داده. جامعه ای که داشت میرفت، زناش تو همه عرصه های اجتماعی فعال بودند و اصلا تو دوران قاجار این خبران نبود. خب خود ما اومدیم با دست خودمون، با دست همون زنا یه وضعیت ایجاد کردیم که تازه حالا یواش یواش مثلا دوباره زنای ما خوشبختانه این موقعیت رو پیدا کردن بتونن حق وکالت داشته باشن یا تو بعضی رشته‌های پزشکی بازم بتونن تبابت کنن و غیره. و الا اون نگاهی که حاکم بود و هنوز هم هست، اون که دلش میخواد اینا اصلا از صحنه برن کنار. کاملا ما باید به اینا فکر بکنیم و ببینیم که چرا ما یک موجودیتی رو داشتیم و از بینش بردیم، چجوری از بین رفت، نقش ما چی بود، ما چه کردیم، مگر میشد با مبارزه مسلحانه مثلا اون شرایط رو حفظ کرد؟ با خشونت اونطوری من میشد کاری کرد؟ معلومه که نمیشد، معلومه که این اتفاقی که افتاد رخ میداد. بنابراین این که شما میگید نسل ما چجوری آیا با انصاف برخورد میکنه، من با تأسف اگر بخوام به طور کلی بگم در مورد همین آدمایی که از نسل ما، من تو خارج از ایران باشون ارتباط دارم، نه هیچ انصافی رو من نمیبینم، هیچ دقتی رو نمیبینم. انصاف خب شاید واژه مناسبی هم نباشه. وقت ما داره همینطور تنگتر و تنگتر میشه و داستان زندگی تو مونده هنوز. انقلاب میشه، میتونیم از روی اینا بپریم. حالا من میخوام یه پرش ایجاد بکنم، یه پل ایجاد بکنم. انقلاب میشه، تو سازمانی که بهش تعلق داشتی زیر ضربه میره، به هر شکل مجبور میشی ایران رو ترک بکنی، میری به اتحاد، اون زمان اتحاد جماهیر شوروی. خب حرفا و سخنها در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی اون زمان، از در اون زمان که ایرانی ها رفتن، بسیار از برخی شرایط بسیار سختی رو اونجا گویا تجربه کردن، بیان میکنن. برخی شرایط حد اقلی از امنیت رو داشتن، نگاه ها متفاوته. اگه کوتاه بخوای در این دوران از زندگی خودت قبل از اینکه وارد خاک آلمان بشی این دوران و این تجربه رو تعریف کنی چیه؟ وقتی که از ایران می اومدی بیرون چه حسی داشتی؟ حس این بود که چیزی رو قرار پشت سر بگذاری یا اینکه نه به زودی برمیگردی؟ چی بود؟ تصور من این بود، یعنی خواستم اون دوران این بود، فکرم این بود که من برمیگردم. فکر میکردم که موقته. بله دارم میرم، که فقط یک مشکلات امنیتی جدی داشتم، در واقع تو شرایطی بودم که نمیتونستم اونجوری زندگی کنم. فکر میکردم میرم یه مثلا
با یک ترتیب دیگه میان تو یک موقع دیگه قرار میگیرم. به هر حال هر کسی از این اتفاقات برای خیلیامون افتاده، چیز ویژه‌ای در این نکته من ندارم، ولی در مورد اونجا من اینو دارم بگم، میدونم خیلی از دوستان من انتقادات خیلی جدی دارن، منم انتقادات دارم، یعنی میدونم که اون تصوری که من از اون جامعه داشتیم تصور دقیقی نبود، درستی نبود، ولی بی‌انصافی است اگر من بگم اون مردم و اون جامعه و یا حکومت اونا به ما بد برخورد کردن، به ما خیلی خوب برخورد کردن، به ما امکانات دادن، ما رو به عنوان پناهنده در سطح خودشون دیگه بله بله پذیرفتن، خونه دادن، به ما کار دادن، ما از امکانات درمانی، امکانات آموزشی، همه امکاناتی که اون جامعه در برای مردم اون جامعه بود عین خود مردم اون جامعه استفاده کردیم و من این رو فکر میکنم که یه شانس بوده واسه و خیلی مهم بوده. تصوری که بسیاری بر این تفکر بود اینکه خب اون جامعه به دلیل به خصوص طرفداران سوسیالیسم حاکم بر این عقیده بودن که اون جامعه بسیار پیشرفته تر در همه زمینه‌های اجتماعی، مدنی و غیره نسبت به جامعه‌ای که در این زندگی میکنن هست. ایران رو جهان سوم میدونستن، اتحاد جماهیر شوروی رو جزو جهان اولی میدونستن، یعنی جهانی برتر. اما وقتی وارد میشن، وقتی به سازه‌های اجتماعی، سازماندهی اجتماعی مدنی این جامعه نگاه میکنن، احساس این حس درشون هست آنچه را که پشت سر گذاشتن کم نداشت، شاید در برخی از مواقع و موارد بیشتر هم از این در واقع تصور از این جامعه داشت. آیا تو هم با همچین موضوعی مواجه بودی؟ با همچین تقابلی؟ ببین من وقتی که رفتم اونجا، خب 5-6 سال از اتفاق انقلاب اسلامی در ایران گذشته بود و جامعه ایران تو یک حداقل موقعیت من تو یک جامعه اینطوری میشه تعریف کرد که یک جامعه پر از هیاهو و قلیان بود و من اصلا ثباتی نداشتم، در خطر بودم، مشکلات جدی داشتم، امنیتی نداشتم. خب وقتی اینجوری بخوام وارد اون جامعه بشم و اون جامعه رو ببینم، اونجا به من امنیت داد، اونجا آرامش داشتم، ولی اینکه تو خود اون جامعه چی میگذشت به نظر من این یه موضوع دیگه ایه، یک داستان دیگه ای داره. اگر من زندگی خودم رو بخوام بگم، آره از تو یک هیاهو در اومدم رفتم اونجا، ولی بخوام ظواهر زندگی اونجا رو با ایران مقایسه کنم، اونم ایران زمان شاه، مثلا بیمارستانای اونجا پایین تر بود، امکاناتشون ضعیف تر بود از بیمارستانی که من در دوران شاه رفته بودم، دیده بودم، تجربه کردم، چون تو کشور من اون وقت من رفتم جنگ بود، اصلا بعضی چیزای این تیپیشو نمیشه مقایسه کرد. و به هر حال امکانات مثلا اتوبوسای واحد اونجا خیلی در بود داغون بودن به نسبت اون چیزایی که تو ایران موجود بود. اینطوری میشه یک برخوردایی که، ولی خب اینا عمیق نیست. اونجا بود که ازدواج کردی با مینو آشنا شدی؟ نه من از ایران با همسرم ازدواج کردم و با همسرت بعد با هم مینو اتفاق رفت. رفتی و بعد چی شد که آلمان انتخاب کردی؟ به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که تک و توکی بودیم. من شاید بتونم بگم من اولین نفری بودم از سازمان فدایان، یعنی من و همسرم و چند نفر از همراهانم که با هم دیگه اومدیم، اولین نفرای بودیم، خیلی اهمیت داره، از سازمان فدایی که از شوروی اومدیم بیرون. قبل از ما تعداد دیگه از دوستانمون که به هر حال اون وقت گرایش به حزب توده داشتن اومده بودن بیرون و این راه رو اونها باز کردن و درست کردن. شرایطی که اونجا ما در زندگی میکردیم این که هیچ ارتباطی با کشورمون نداشتیم، هیچ، صفر. این سخت بود برات؟ این برای من سخت بود. من مایل بودم با خیلی از دوستانی که تو ایران داشتم به یه نوعی ارتباط داشتم. به هیچ وجه هیچ ارتباطی؟ صفر. و این خب خیلی بد بود. ما نامه‌نگاری های خیلی محدودی با خانواده هامون داشتیم، اونم از طریق اروپا. یه نامه رو شما، یعنی باید به اروپا میفرستیدین؟ بله. انگار که مثلا شما 80 سال پیش دارید زندگی میکنید، یه نامه رو میفرستید تا جوابش. چرا این اتفاق بود؟ امنیتی؟ برای امنیتی، بله دیگه. به هر حال اون دولت اونا نمیپذیرفتن که ما از اونجا مستقیم به ایران نامه بدیم. اصلا
خب سختم بود، تو خود ایرانم دردسر آفرین بود. مثلا شما یه نامه‌ای بدید برسیدم خونتون ولی از باکو پست شده باشه، حالا باید حتما همه افراد اون خونه میرفتن پاسخ میدادن که این کیه تو باکو چرا اینجا. وقتی اومدی کل آلمان و فکر کنم کل اومدی مستقیم، درسته؟ نه ما بعد از اونی که بعد از یک سال و نیم کل بودم. احساس کردی حالا یه امنیت اجتماعی داری به این معنی که همزبانات رو اینجا داری، رابطه ارگانیکی تو میتونی عمیق‌تر بکنی با جامعه خودت، همزبان خودت، این حس رو داشتی در اینجا؟ من بازم اینجا رو شاید یکم زندگی من بیشتر بوده. من وقتی که وارد آلمان شدم با همسرم و دختر کوچیکم که الان خوب بزرگ شده، ما نمیخواستیم اصلا آلمان بمونیم، ما واقعا میخواستیم برگردیم ایران. من خیلی هنوز تو سرم اون شور و هیجان فعالیت تو ایران بود و به طور واقعی هم این کار بود. دوستان نزدیک من اینو دقیقا مطلعن، ما حتی دو سه هفته تو برلین بودیم و نمی رفتیم خودمونو به عنوان به اصطلاح پناهند معرفی بکنیم، در امکانی که دوستانم به من داده بودن زندگی میکردیم. خب بعد چی شد تصمیم گرفتی این میخو به دیوار بزنی، گلدون آب بدی دستور زبان رو برق بزنی؟ واقعا تو همین فاصله با تأسف فراوان مطلع شدم که بخش زیاد از دوستان نزدیک منو که من اگرم میخواستم ایران برم به عشق و علاقه رابطه با همونا بود دستگیر کردم. دوستانی که بعدا با تأسف در سال 67 بعضی هاشونو بسیاری اعدام شدن میدونه و این زخم رو تو مونده. نه درست، به هر حال اقامت هم در اینجا ناخواسته بود، یعنی اینکه هم من هم همسرم، ولی امروز فکر میکنیم چه اتفاق میمونی، چه کار خوبی، چه شانس بزرگی تو زندگی. به هر حال ما بچه های ایران هستیم و اونجا به دنیا اومدیم. من فرانسوی نیستم که بگم چه بدشانسی که الان مثلا تو آلمانم. وقتی که مجموعه زندگی ما به طور رئالیستی نگاه میکنم میبینم این اتفاق خیلی خوبم بود، یعنی جالبم بود، خوب شد که من اینجا هم. من دو تا دختر دارم، خیلی خوشحالم که دخترام تو این جامعه بزرگ شدن و اینا از نظر خودم اتفاقات مثبتی هستن. پس بنابراین بعدها آره دیگه اینجا موندگار شدیم. حالا من برای که برنامه شما به چیز نخوره اجازه بده خودم تونتون بقیهش رو ادامه بدم. به هر حال سالهای اولیه درس خوندم، بهتون امروز گفتم همین دانشگاه فاخرشوله پرده شما بود، بعد کار میکردم، حتی تو رشته ساختمان دو سال کار کردم، مدت های رانندگی کردم به مدت 5-6 سال تو دوران دانشجوییم، ولی واقعیتش اینه که یک فکر همیشه منو رها نمیکرد. اونم این که ما دوچار اشتباه شدیم، ما نمیدونستیم، ما خیلی ساده لوحانه وارد مسائل سیاسی اجتماعی شدیم، ما بدون زمینه، بدون مطالعه عمیق، و فکر میکردم که من باید این رو یه جوری یه کاری کرد، یه جوری جبران کرد دیگه. نکته خیلی مهمیه دیگه، به این اعتقادی نداشتم که با سازمان‌های سیاسی موجود که از توی یکیشم در اومدم رفتم توی یکی دیگه، اونجا هم دیدم نه، با اینا تو جامعه کاری از نظر من اون وقت نمیشد کرد، کار به امروز اون سازمان هم ندارم، و فکر میکردم کار جدیتری باید کرد. به عنوان یه آدمی هم میخواستم زندگیمو به هر حال از لحاظ اقتصادی اداره کنم، به همین که فکر میکردم باید یه کاری کرد و زمینه های این رو هم داشتم که دنبال کتاب فروشی و این چیزا نشر باشم، نشر کتاب باشم. من جهت اطلاع بگم، من در از سال 56 در ایران در دانشگاه کرمان بارها نمایشگاه‌های بزرگ کتاب رو با کمک هم دوستانم ترتیب دادم و بسیار اینا مورد استقبال قرار می گرفت. یعنی هر حال یه پیش زمینه داشت، حتی بعد نیست من این رو بگم، خیلی این رو دل من مونده بود که اولین حادثه بعد تو کار کتاب فروشی در کرمان برای من اتفاق افتاد در دانشگاه. کوتاه مدت بعد از اون انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی دانشگاه، ما میزی کتاب خیلی بزرگی، نمایشگاه کتاب بزرگی تشکیل داده بودیم از طریق مردمی که تو شهر بودن و اونها رو یه جوری علیه ما تحریک کردن و اینا اومدن
تمام کتاب‌های ما رو جمع کردن، خود ما رو به هر حال کتککاری و بزن بکوب شد، کتاب‌ها رو ریختن روی صحن زمین بسکت دانشگاه و آتیش زدن. و این تو پرونده این انجمن اسلامی دانشگاه که الان دو نفر از اونها وزیرهای معاونین مهم رئیس جمهور فعلی هستن، مایلم شاید به گوشونم برسه، تو پروندهشون هست. این که الان اونا نسبت به اون اقدام بد، جنایتکارانه، تبهکارانه، ابلهانه چی فکر میکنن نمیدونم. به طبع اونا هم نباید خوشنود باشن، ولی این اتفاق افتاد. اتفاقی که افتاد، شاید اون و اون نمایشگاهی کتاب و تمایلات اصولا فرهنگی که خودت داشتی و کمبودهایی که حس میکردی چه در خودت و چه در جامعه‌ای که داشتی درش زندگی میکردی، تو رو واداش که بری به سراغ کار فرهنگی. یه عده رفتن نهادهای فرهنگی، واقعا نهادهای فرهنگی و آموزشی برپا کردن. تو نشر کتاب رو برپا کردی و کتاب فروشی، صدها جلد کتاب رو آوردی. خب دیگران هم بودن در این صحنه و هستن هنوز، ولی به هر حال نقش تو در اینجا نقش فقط تنها تو نبود، تو و همسرت و امروز دخترت، در واقع شما مجموعه با هم این جریان رو چرخوندین. جامعه ایرانی رو بدون ارتباط با کتاب، با اندیشه، با تاریخ معاصر و گذشته خودش قرار ندادین. این خب نقش بسیار مهمی، کاری که شما سازمان دهندگان زندگی به نظر من فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانی در تبعید انجام دادیم، کار سترگی بود. من اینا رو یه پل زدم که به یک نقطه برسونم، نقطه پایانی، چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نمون. امروز برای من نکته ای رو گفتی که بسیار جالبه. سالها تو و مینو و همسرت این نشر کتاب رو دایر کردی، کتاب های بیشماری رو چاپ کردید، فقط به چاپ هم قناعت نکردید، فقط به فروش قرار نکردید. انتشارات فروغ مرکز در واقع به نوعی تظاهر فرهنگی هم هست. نشست های فرهنگی، چه روخانی از کتاب، چه معرفی شخصیت فرهنگی و اندیشه هم هست، یک نهاد فرهنگی است. امروز تو برای من داری میگی دختر جوانت که آلمانی زبان هست در واقع و هم فارسی آلمانی زبان، او هم به جمع شما پیوست و داره مسیر چند زبانه رو در واقع همامیزی با زبان کشوری میزبان رو در این کار ادامه میده. یه دقیقه یه دقیقه این فرصت هست برای تو در پایان سخنت. آره، همونجوری که شما گفتید من خیلی خوشحالم این پروژه‌ای که فکر میکردیم حدود 18 سال پیش با همسرم با مینو، این پروژه تا الان موفق بوده. من از همه دوستانم و کسانی که در اون زمان ما رو همراهی کردن به طور جدی همیشه سپاسگزاری کردم و بدون اون حمایت ها این پروژه نمیتونست اینطوری موفق باشه. ولی امروز خوشحالم که این کتاب فروشی وجود داره، این مرکز نشر وجود داره. به هر حال برای 5 میلیون ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن، هویتشون، حفظ هویتشون اهمیت داره. این اساس و بنیان اون نگاهی بود که ما به دنبال اون نگاه این پروژه رو داشتیم. برای حفظ این هویت، حفظ هر هویتی، در درجه اول زبان اون کشور و یا اون هویت هست که باید نگهداری بشه. خب انتشار کتاب زبان فارسی این کار انجام میده. امروز خب به هر حال به خاطر که نسل بعد از ما، به خصوص فرزندان ما که چجوری بزرگ شدن و اینا اون انس رو و توانایی که ما در مورد زبان فارسی داریم اینا ندارن، ما به این نتیجه رسیدیم که یه سوال ده ثانیه جواب بده. خیلی از بینندگان ما کرد هستن، همین الان سوال میکنن همین حقو برای من کرد زبان قائل هستی یا نه؟ بی تردید، چرا نه؟ و در واقع خود دوستان کرد من، خود دوستان آذری من، خود دوستان عرب من هم باید اقدام بکنن. یعنی اونها هم باید تلاش بکنن و تو هم حاضر امکانا در اختیار بذاری؟ تردیدی نیست، همین الان هم این امکان وجود داشته، قبلا هم وجود داشته. یه کم محمد عزیز به من وقت داد، یک دقیقه وقت. اگر یک نگاهی به این تمام آنچه که در زندگیت
رخ داد و تو تو اون بستر حضور داشتی، حالا از سر حادثه، با فکر، بدون فکر، هر آنچه که بود، یک نگاه به این معبر زندگی بکنی که تا کنون طی کردیم. چه چیزی رو تکرار نمی کنی و چه چیزی رو امروز پاس می داری از میانه همه آنچه که آنجا بودیم؟ تلاش خواهم کرد بدون فکر کردن و درست فکر کردن، جدی فکر کردن، کاری رو انجام ندم. کاری رو فقط به خاطری که مده یه عده دنبالشن یا همین جوری سطحی نپذیرم و انجام ندم. تو یک جمله. خب ما باید یک برنامه با هم داشته باشیم، حتما از مینوی عزیزم با دعوت بکنیم و نسل جوانی به نام آناهیتا که با هم بشینیم راجع به معضلات اصولاً فرهنگی در این جامعه ایرانی صحبت کنیم، روی موضوع کتاب که به نظرم موضوع بسیار مهمیه. بحران کتابخانی هم در ذهن یک موضوع بسیار مهمه. حتما اگر موافق باشید از اون دعوت میکنم یک میزه گرد این چنینی هم داشته باشیم. خب بی نهایت سپاس. من هم از شما هم از محمد عزیز سپاسگزارم و ممنون از بیننده هایی که این برنامه رو دیدن و به اونا درود میفرست. سپاس از تو. خب بینندگان عزیز، این هم روایتی دیگه از زندگی، از یک شخصیت فرهنگی که خودش عضو ساده جامعه میدونه، نفراتر از این عضویت، انسانی که اما در سازماندهی زندگی اجتماعی ما ایرانیان تأثیر گذار با همین اقدام ساده خود. روایت زندگی او را شنیدیم، حوزه اندیشه او را دریافتیم، یکی دیگر از تجربیاتی که و آموزه هایی که می تواند برای نسل فردایی نقش آفرینی کند. شنیدن روایت های متفاوت می تواند آموزه ای برای نسل جوان معاصر و فردا ایران باشد. با بهترین آرزوها برای شما همراه با حمید عزیزم براتون ایام خوشی آرزو داریم. شب و روزتان خوش.